محسنین عزیز، السلام علیکم. لکچر هفتم است. در لکچر هفت باز هم ما یک معادل را حل می کنم. ای به توان x جمع x منفی دو مساوی صفر. می خواهیم که یک جذری معادله را که در انتروال صفر یک قرار داره او را دریافت کنم. البته ای را با استفاده از فرمول نیوتن که xn جمع یک مساوی میشه با xn منفی fxn بر f زبر xn. شرایطش طوری است که اول باید یگانه جذر ما مطالعه کنیم که در انتروال صفر یک واقع هست یا نه. شرایط یگانه جذر ای بود که باید اف ای البته ضرب اف بی که منظور ما از انتروال ای بی است، ای باید چه باشه؟ کوچک از صفر باشه. با این خاطر ما میایم فرض میکنم که اینمی اف اکس ما مساوی باشد با ای و توان اکس جمع اکس منفی دو، و ما میخواییم که اف صفر و اف یک محاسبه کنم ببینم کوچک از صفر میشانی. اف صفر مساوی از با ای و توان صفر جمع صفر منفی دو که مساوی بشه منفی یک و ای کوچک از صفر است. اف یک محاسبه میکنم ای و توان یک جمع یک منفی دو که مساوی میشود با ای منفی یک و ای بزرگ از صفر است. پس از اینجا نتیجه میشه که اف صفر ضرب در اف یک کوچک از صفر است. پس معلوم میشه که یک جذری معادله در داخل انتروال صفر و یک است. حال مطالعه میکنیم که آیا ای متزاید است یا متناقص در امی انتروال. اگر تنها متزاید باشد یا متناقص باشد، در اون صورت ما میفهمیم که تنها و تنها یک جذر در داخل انتروال صفر و یک داره. با این منظور ما میاییم از تابع اف اکس که اینی اف اکس هست، اینی اف اکس هست، از این مشتق میگیرم، یعنی اف زبر اکس هم محاسبه میکنم که مساوی میشه و خودش جمع یک مشتق ازی ایچ چیز میشه زبرش. و ما در این انتروال کاملا میبینیم که امی اف زبر اکس همیشه چی هست؟ مثبت هست. اگر هر قیمتی که دیگه انتروال برش بگذاریم مثبت است. چرا انتروال مثبت است؟ ای به توان هر عدد مثبت بازم یا منفی مثبت است که این مثبت میشه. دیده میشه که این تابع چی است؟ تابع اف اکس متزاید است. پس یگانه جذر در داخل صفر یک واقع است. وقتی که ما یافتیم یگانه جذر، تنها یک جذر در داخل صفر یک موجود است، با توسط اینی فرمول او را میتونیم با آسانی محاسبه کنیم. حالا ببینیم، ما میخوایم بفهمم که آیا x0 مساوی 0 جذر اولی است یا x0 مساوی به 1. ما باید در مرحله اول بود، در مرحله دوم این را مطالعه کنیم که آیا f a ضرب در f2 زبر x آیا این مثبت است؟ اگر هر کدامش اگر این مثبت است، پس از اینجا نتیجه میشه که x0 مساوی با a چی است؟ جذر اولی است. باز اگر نیست، ما باید f b را این مطالعه کنیم که آیا این مثبت است؟ اگر در این حالت بود، باز به این معنا که x0 ما مساوی با b است. با این خاطر من مشتق دوم رو باید بگیرم. مشتق دومی از این میشه f دو زبر x
مساوی میشه ای و تاون ایکس. واضح است که در این انتروال مشتق دوم هم چی است؟ مثبت است. ام مشتق دوم مثبت است و هم ما اینجا یافتیم که اف یک مثبت است، پس در حقیقت مانایش اینمی است که اف یک ضرب در اف دو زبر اکس بزرگ است صفر است، پس از این نتیجه میشه که اکس صفر مساوی به یک جذر اولی است. این فرض میکنیم که اکس صفر ما مساوی به اکس یک است، پس مساوی به یک است، پس ما چه را پیدا میکنیم؟ اکس یک را پیدا میکنیم. اکس یک از یه وقتی که این صفر شوه اکس یک میشه، اکس یک مساوی میشه با اکس صفر، اکس صفر منفی اف اکس صفر، اف اکس صفر تقسیم اف زبر اکس صفر که این مساوی میشه با اکس صفر ما یک منفی اف اکس صفر، اکس صفر ما عبارت از اف یک بر اف زبر یک. اینی را محاسبه میکنیم، مساوی به یک منفی اف یک داریم، اف یک ای منفی یک است، مساوی میشد به چی؟ به ای منفی یک. ای منفی یک بر اف زبر یک داریم، وقتی که جوانیم این مثبت یک میشه، ای مثبت یک میشه. اینی قیمت میبره که ما این قیمت ها را توسط کامپیوتر محاسبه میکنم. وقتی که اکس یک محاسبه کردم باز جذر اولیه اینمی عدده قبول میکنم، در برابرش اکس دو را محاسبه میکنم، باز او را جذر اولیه فرض میکنم، اکس سه را محاسبه میکنم، تا زمانی ما محاسبه میکنم که بالاخره چندین بار تا چند خانه اشاریه قیمت های اکس تکرار شود، یا تا زمان ما محاسبه میکنم که اینی شرایط دارا باشه، اکس این منفی اکس این منفی جمع یک قیمت ملقش کوچک از اپسیلون باشه، تا اینی زمان ما محاسبه را ادامه میتونم و بعد از او یک عدد تقریبی به دست میاد. ما حالا میخوایم که اینه اینمی فرموله توسط سافتیر مطلب محاسبه بکنم. ببینین یک قوز زیاد شد، این جذر معادله رو ما پیدا کردم، چند شد؟ 0.5379. حالا اینه به حیث جذر اولیه قبول میکنم و دوباره ما چی میکنم؟ امی فرمول پیست میکنم، دوباره که پیست کنم انتر کنم، باز در حقیقت 0.44 دو آمد. این که آهست آهست باز تکرار شد، 0.44 چند شد؟ 44 دو. در بالا هم یعنی x 4 ما 0.44 دو، x 5 ما 0.44 دو، تا سه خانه اشاره ما جذر معادله را دریافت کردم. اینا را نوشته میکنم. شما میفهمین که x 0 ما مساوی به 1 بود و ما x 1 هم محاسبه کردم، 0.5 3 7 9. بعد از او x 2 را محاسبه کردم، 0.4456. اکس سی را محاسبه کردم، 0.4429. اکس چار را محاسبه کردم، 0.442. باز هم دونو تکرار شد. دیده میشه که اینه در حقیقت جذرا چه شد؟ تکرار شد. اینجا ببینید اینه تکرار شد. وقتی که تکرار شد میتونیم بگوییم که در حقیقت جذر معادله عبارت از چی است؟ اینه می قیمت است که تا با دقت 4 خانه اشاریه این محاسبه شده، یعنی در حقیقت جذر معادله 0.4429 اینی حاصل میشه. اگر من اکس 5 هم محاسبه کنم در حقیقت چی میشه؟
باز هم تا پنج خانه اشاره میشه دقتش، و اگر ایکس شش محاسبه کنم به این رقم دقت محاسبه بیشتر شده میره. پس ما تا چهار خانه اشاره میتونیم قبول کنیم که اینی قیمت جذر اینی معادل است. تشکر. لکچر بعدی را تعقیب کنید.